نوشته میگه ببخشی شما که طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستی چرا در خارج زندگی میکنی؟ چرا بر نمیگردی؟ خب منم میتونم یه سوال ازت بپرسم، شما که ضد نظام جمهوری اسلامی ایران هستین چرا در خارج زندگی میکنین؟ چرا نمیرین داخل ایران مبارزه بکنین؟ ها؟ تو که ضد نظام جمهوری اسلامی ایران هستی چرا تو خارج موندی؟ برو داخل ایران مبارزه بکن. حالا میتونی مبارزه فرهنگی بکنی، سیاسی بکنی، اجتماعی، هر کاری که از دستت برمیاد. داداش دورت بگردم بیادبی نکن فداش شم. آی محمد دورت بگردم بیادبی نکن داداش، والا با بیادبی هیچ مشکلی حل نمیشه. میگه تو میگی خامنه خوبه بس برو پیشش، شما میگی مثلا رضا شاه خوبه و تو هم برو پیش رضا شاه، میگی مریم زبدری خوبه برو پیش مریم زبدری، اومدی خارج میگی خارج خوبه بمون تو همون خارج، خب اومدی آلمان انگلیس بمون تو همون خارج، به ایران کاری نداشته باش. خب مگه دنبال آزادی نمیگشتی؟ الان رسیدی به آزادیت، دیسکو هست، بار هست، نمیدونم استریپتیز هست، قمارخونه هست، رسیدی دیگه، مگه این چیزها رو نمیخواستی اومدی خارج؟ بمون تو همینجا دیگه، چی کار داری داخل ایران؟ چی میشه چی نمیشه؟ میگه آدرسشو بده میخواد بیاد به ما بده. آیه محمد ازت خواهش کردم دورت بگردم بیادبی نکن دادا، والا به پیر به هر کی که دوست داری و دوست نداری قبول داری بیادبی کار آسونیه. با ادب بودن، با ادب بودن هنره. خب میتونی حرف بزنی، چرا حرف نمیزنی؟ آقا من شما رو میدازم بیرون، شما داری خیلی بیادبی میکنی. نه برو بیرون دادا، برو عزیز دلم. آفرین برو. احترام ما دلیل برای نمیشه که ما نتونیم بهتون جواب بیادبیاتون رو بدیم، ولی ازتون خواهش میکنیم، میگیم آقا جان دورت بگردم بیادبی نکن فدات شم، نه مشکل تو نه مشکل ما حل نمیشه اینجوری. رو اعصاب کسی هم بخوای راه بری بیشتر بات لج میکنه، یعنی به افکارت احترام نمیذاره. سانا جان دورت بگردم، مرسی. والا کسی که اسرار مملکتش میفروشه خائن به مملکته. شما اسرار مملکتتون رو فروختین، آبروی مملکتتون رو بردین، هر جا رفتیم گفتین ایران بده ایران بده، ما اینجا اومدیم میگیم ایران خوبه ایران خوبه ایران خوبه، یعنی داریم اون چاله چولایی که شما درست کردین رو صافش میکنیم، اون بیابروهایی که بردین از ایران رو داریم جمعش میکنیم، ترتمیزش میکنیم. نکنین این کارا رو. یارو اگه عیبی تو خونه‌ش هم داشته باشه نمیره بیرون جار بزنه به غریبه‌ها بگه آقا ما تو خونه‌مون همچی عیبی هست. مافیا درخواست باید بدی دایی، درخواست بده، درخواست ندادی.
زیادم پوریگیری نکن، چون هر کی که دوست داری حداقل برای سری داروپوش گنده گوزی نکن. آفرین آفرین، ره به جایی نمیبری. فالوورات هم کمه، 22 نفر 44 نفر، نمیتونی بیای بالا. میگه بچه را نمیری ایران، چرا نمیتونیم بریم ایران؟ داداش فالوورات کمه، نمیتونی بیای ایران، باید 1000 نفر بشی. دایرکت شماره تو بذار داداش، چه ایرادی داره؟ استفاده میبری. بذار داداش شماره تو بفرست. یه برای ایران هنی کنم میدنه صدا بذار بده، صدا باز بده. چون به خودتا هنی کنم چونه؟ دایرکت بفرست دادا، دایرکت بفرست. آوه سلام، داداش بیادبی نکن، دورت بگردم، فدات شم. چقدر از شما خواهش بکنیم بیادبی نکنیم، بیحرمتی نکنیم. چقدر به شما میگیم به والله با بیادبی به ره به هیچ جا نمیرید و اهدافتون نمیرسید، نه شما نه هر کسی دیگه. راه بدی رو انتخاب کردید. به زیاد فرصت دارم ایران بایی بسه دیگه. میگه ایران شده جهنم ولی تو میگی عالیه، پس بیا ایران. یعنی الان همه سوختن تو ایران؟ نه ای، یه اسم درست حسابی هم برای خودت انتخاب نکردی. میگه آرزوم اینه که یک روز عروبرو تو رو ببینم انشالله. یارم 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 ما هم ببینیم، دیگه بوسه خوب اینجوری پیشونید بگیریم. دبا عزیز من، این همه تو تاج سر من، این خیلی خوش اومده. میگه دو تا از دعوایی که کردی تعریف کن آقای خالی بند. من دعوا تو تالا شنیدی من دعوا بکنم؟ تالا گفت، تالا شنیدی من بگم من دعوا کردم؟ حرفا چیه؟ میگه چرا این همه به سید فوش میدن؟ بخاطر که به زور میخوان مثل خودشون فحاش بشن. علی جان میخوان به زور منو مثل خودشون بیادب بکنن. اونا بیادبی میکنن، من میگم داداشی دورت بگردم، بیادبی نکن. هدفش اینه. شیطان همه رو به جمع خودش میخواد دیگه، میخواد همه رو بیاره به جمع خودش. اینا میخوان با بیادبی کار شیطان رو میکنن، میخوان ما رو هم مثل خودشون بیادب بکنن. وقتی صحبت از جهان پهلوان تختی میکنی و وحید مرادی، پوریای ولی دهنت آب بکش. اینا همشون بچه شیعه بودن، بچه مسلمان بودن، مملکتشون رو دوست داشتن، جونشون رو دادن. شایی که ازش دم میزنی تیه به ما رو کش تیرباران کرد. شاه جوان مردان تهران رو تیرباران کرد، همون شاهی که تو ازش داری دفاع میکنی. الان میای دهنت آب بکش اسم وحید مرادی و پوریای ولی و جهان پهلوان و تختی رو میاری. شما از همون قماشین، شما طرفدار همون شخصی هستین که تیه و تیربارون کرد. برو بیرون، برو بیرون، چه صافت، برو بیرون.
آقا مرتضی داداش بیادبی نکن، دورت بگردم. ولی جان سلام. ایشالله شما پولدار میشی میری خارج. مرتضی خیلی تحملت کردم، زیاد بهت گفتم بیادبی نکن، برو بیرون. برو بیرون. شما جز فحاشی چیزی دیگه بلد نیستین. به والله من مخلص شما، عزیز دل منی، دورتون بگردم. شما اگه غیر از فحاشی چیزی بلد بودین بیان به ما بگین. شما نه، این همه رو نمیگم، اینا که دارن بیادبی میکنن. دوستان ممنونم، محبت کنین، لایو رو شیر بکنین، لایک کنین، دورتون بگردم. سوال به اندازه کافی پرسیدی، شماره تو برای من بفرست، اونجا در خدمتم. خامنه ای شرف داره به اونایی که شما دنبال کونشون را افتاده، هم خودشون هم خاندانشون. چرا؟ خامنه ای یه ذره خاک نداد، ولی اونایی که شما رهروشون هستین، دنبال کون اونا افتادین، خاک فروختن، بحرین فروختن، خیانت کردن، 10 بار شما رو مملکت رو ول کردن، فرار کردن. دایرکت بفرست آقا، دایرکت بفرست. خامنه ای و خمینی اومدن ناموس پرستی رو به شما یاد دادن. شاه اومد براتون کاباره و دیسکو و شهرنو و جنده خونه افتتاح کرد. خمینی و خامنه ای اومدن اینا رو خراب کردن، کتابخونه براتون درست کردن، فرهنگسرا درست کردن، قدرت نظامی ایران رو بالا بردن. زمان همینه پهلوی تو، دار دسته تو، می میتونستی بیه آمریکایی، بیه اجنبی، بگی بالا چشمت ابروه. الان سربازای خامنه ای شهرال اکون سربازای آمریکایی و انگلیسی در میارن، بیشین پاشو بهشون میدن. چی داریم میگین برا خودتون؟ آقا محسن بیادبی نکن. داره توهین میکنه دیگه، من حقیقت دارم میگم. زمان شاه مگه جنده خونه براتون باز نکرده بود؟ شاه کی خرابش کرد؟ خمینی خرابش کرد دیگه، به جاش کتابخونه درست کرد. زمان شاه مگه دیسکو و بار و استریپتیز شاه براتون درست نکرده بود؟ کی در اینا رو بست؟ خب معلومه کی ناموس پرسته، کی دنبال وطن درست حسابیه. چرا از حقیقت فرار میکنی؟ سام عزیز تو هم یه روز کچل میشی داداش. آقا ایمان دارت بگرده، از کچلا زیاد خوشت میاد معلومه. میگه بس انگلیس چیکار میکنی؟ انگلیس اومدم انگوهایی که شما، بیابروهایی که شما کردین رو جمع بکنیم. دایی بیایم بگیم اینایی که اومدن دارن راجع به ایران کس شعر میگن، دروغ میگن و آبروی وطنشون میبرن، دروغه. خاطر نینجه ایم. تونی جان بیادبی نکن، همین الان جوابتو دادن.
آقا مسعود بیادبی نکن داداش، دورت بگردم. میگه نه شما خوش قیافه هستین، نه شما خوش قیافه هستین برادر، ممنونم. میگه قربان شما سید جان، من راحت نباش، سفارت ایران در سعودی. داداش اگه قیافه من اونجوریه اینجا چی کار داری؟ معلومه زیاد دوست داری از پایین تنه ببینی. به زور میخواد منو به بیادبی بکنم بهشون، به زور به زور خدا وکیلی. آقا اما میبینی دوستان، میبینین این جماعت فقط فحاشی بلدن، غیر از فحاشی چیزی بلد نیستن. بعد میبینن یکی با ادب صحبت میکنه، به زور مصرن دست به هر کاری میزنن که طرف رو ادب پس خودشون بکنن. نه جواب نمیدم به اینا، میخوان من بیادبی بکنم. البته بهشون ثابت کردم میتونم جوابشونو بدم، بهشون ثابت کردم بارها، ولی دیگه الان این به بعد سعی میکنم اصلا جواب بی ادبا رو ندم. فقط ازشون دارم خواهش میکنم، میگم داداش یا دورتون بگردم قربونتون برم، بی ادبی نکنید، بلکه یه ذره به هوش بیان. میگه اینا خوراکشون فوش هست. آره انگار اینا سرم فوش میخوان، اینا سرمشون تموم شده. آقای مافیا کسی به زور اونجا نگفته بر الله اکبر. میندازمت بیرون، بسه بسه، برو بیرون برو بیرون برو 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 بیرون از لایف، به اندازه کافی وقت برات گذاشتم، برو بیرون. عشق من این همه تون دارت سرتون بگردم. آبرویی رو نمیدونم اینا از کجا